شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین المللی دانشگاه واترلو از اونتاریو ما رو همراهی می‌کنه. خوش اومدین آقای خلدی. به نظر شما طرح اسرائیل برای تخریب غیر نظامیان با توجه به اینکه سازمان ملل گفته مطلقاً همکاری نمی‌کنه چقدر عملیاتی و قابل اجراست؟ خدمتتون درود می‌فرستم خانم بختیاری گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خب البته توانایی لوجستیک ارتش اسرائیل رو نباید دست کم گرفت، ولی و نیروهای دفاعی اسرائیل اساساً از تمرین‌ها و در واقع مهارت‌های خیلی زیادی برخوردارن در این مورد. اما چیزی که وجود داره این هستش که تا چه اندازه اونها در انجام این عملیات از نیروهای ویژه‌شون استفاده خواهند کرد. برای اینکه حتما اونها این رو در مد نظر دارند که همونجوری که حماس در کل این جنگ از غیر نظامیان به عنوان یک سپر دفاعی انسانی استفاده کرده، سعی خواهد کرد که بیشترین تلفات رو در زمین اینکه اسرائیلی ها دارن به جابجایی غیر نظامیان در اون منطقه میپردازن به اسرائیل وارد بکنه و حداقل تجربه 15 سال 20 سال اخیر نشون میده که هرچند که اسرائیلی ها مهارت بیشتری پیدا کردن در برخورد با این جور تاکتیک ها، مع الوصف لزوما جامعه اسرائیلی طاقت زیادی برای کشته بیش از حد از زنان و مردان اسرائیلی که در حال خدمت هستند از خودش نشون نداده. آقای خلدی، به نظر شما واکنش تهران به استمرار جنگ در غزه چیست؟ فکر میکنین امیر عبداللهیان حامل چه پیامی برای همپیمانان حماس در منطقه است؟ من فکر میکنم خود جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به خصوص در صدد هستند که یک حالت مظلوم نمایی رو در پیش بگیرند و یکی از دلایلی هم که در مرحله فعلی به نظر من حزب الله لبنان با اون نیروی عظیم تسلیحاتیش درگیر نشده با اسرائیل همین هستش که بتونن از نظر ظاهر دیپلماتیک قضیه یک حالت قربانی بودن رو به جامعه جهانی ارائه بکنن از خودشون و علارغم این حملاتی که البته گاه و بیگاه انجام میدن به خصوص علیه آمریکایی ها در منطقه، و از طرف دیگه در یک موضع دفاعی به سر میبرن. برای اینکه به نظر من جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که کار حماس حداقل از نظر فیزیکی به پایان رسیده و در حال در واقع اون چیزی هستش که بهش میگن استراتژیک ریتریت یا در واقع عقب نشینی استراتژیکی و راهبردی و داره خودش رو برای مرحله بعدی که به نظر من حملات تروریستی در اقصانقاط جهان علیه اهداف یهودی و اسرائیلی خواهد بود آماده میکنه. آقای خلدی، یه توضیح هم راجع به فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل بدین لطفاً. همینطور راجع به شکایت آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه از اسرائیل برای نسل‌کشی، فکر میکنید اینا چه تأثیری بذاره بر روند جنگ؟ خب حتما از نظر روانی تأثیر میگذاره، به خصوص منتقدین آقای نتانیاهو رو قوی میکنه، به خصوص حزب آقای یایر لاپید. آقای یایر لاپید امروز یک توییتی زدن و انتقاد شدیدی کردن به اینکه فقط اسرائیلی ها رفتن به این کنفرانس قاهره که گوش بکنن چه اتفاقی میفته بدون اینکه موضع مشخصی ارائه بدن. من فکر میکنم که هم آقای بایدن هم آقای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا هم آقای کامرون آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه، این هر سه این افراد ترجیح میدن که یک دولت دیگه در اسرائیل سر کار باشه و فشارهای گوناگونی که هر سه کشور به شیوه‌های مختلف میارن برای همین هست. ممنون از توضیحاتتون. شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو ما رو همراهی کردید.